بحث سرکه طبیعی، مخصوصا سرکه انگور عسکری و سرکه سیب. شما مثلا انگور عسکری خریدی، اینها رو میگیری میشوری، همین دونه ها رو تو پارچه پهن میکنی جلوی پنکه یا نور خورشید که آبی که آب کشیدی ها خوشه. بعد این دونه ها رو میریزی همه رو توی خمره، خمره ای که دهنش باریکه، مثلا 10 کیلو 15 کیلو هرچه. بعد تی این مثلا نیم کیلو 1 کیلو سرکه میریزی، درش رو با پارچه میبندی، بالای پارچه با گچ میبندی، روش مؤمنایه زیلی کهنه حسیری چیزی میندازی، 40 روز بگذره. قبل از 40 روز حرامه، حداقل 40 روز بگذره. اگر تا 2 ماه باشه بهتره، بعد از 2 ماه آبش صاف میکنی، این سرکه طبیعی به دست آمده، یک مخمر طبیعی به نفع بدنه و خیلی هم فواید داره. حالا فوائدهو، فواید مصرف بجا به موقع از سرکه طبیعی. خل العنب ينفع المعدة الملتهبة، خوردن سرکه طبیعی نفع میبخشه، سود میبخشه به معده‌ای که التهاب جداری دارد و روده‌ای که التهاب جداری دارد. و یقمع الصفراء، و قلع و قمع میکنه صفرای اضافی و غلظت صفرا و یا سنگ ریزه های کیسه صفرا را. و یدفع ضرر الادویت القتاله، ادویه جاتی که سمی هستن کشنده و طرف نمیدونسته، اثر سوء اون ادویه ها رو عبه میبره، یعنی یک پاد زهره، یک ضد سمه، به اصطلاح خودم یک تریاق با قاف، یک ضد سم قویه نسبت به ادویه سمی. و یحلل اللبن و الدم اذا جمد فی الجوف، اگر خون انسان غلظتش بالا بود، انواع واریسا، یا اینکه شیر در پستان مادر منجمد شد، بند آمد، مادر تو جیره غذاییش سرکه طبیعی بگذاره، مخصوصا اول هر غذا، اول نهار، اول شام، از نوک قاشق چای خوری تا 1 قاشق میتونه به همراه غذاش بخوره، میتونه تو آب هم بزنه بخوره. تصادف هم بودیم، خیلی فواید داره، حتی نسخ خواستم داریم که شما اول غذاتون رو با نمک شروع میکنید، ما اول غذامون رو با سرکه طبیعی شروع میکنیم. زیاد نباید بخوره ها که بیماری میاره، سرسوزه معده، یبوست شدید، و اگر با شکم گرسنه زیاد ترشیجات بخوره، بندری و لیتان، پیسی هم میاره، بیماری برس. نه، چجور اول و آخر غذا مستحب با آدم نمک بخوره؟ کم دیگه، که بزاق و آنزیم دهان فعال بشه، چون بخشی از هضم غذا تو دهانه. حالا معصوم میگه ما اول غذامون ابتدا به سرکه میکنیم، یعنی یه مختصر سرکه، خیلی فواید داره، حتی پیشگیری میکنه و در درمان سنگ بزاقی هم مفیده، کسی زبونه سنگای بزاقی. حالا این تیکه، و یحلل اللبن، شیر رو تحلیل میبره، دم که خون بسته یا خون غلیظ یا لخته یا واریس، ازا جمدا فی الجوف، وقتی شیر در جوف آدمی بسته شده، مثلا در لبولهای
پستان مادر اگر شیر منجمد شد، چون باید تخلیه بشه، هی این بچهش بدخوره نمیخوره، بی اشتها هست یا بیماری های دیگه، مثلا سقف دهان شیب زاویه‌ای نداره، مثلا صافه، مشکل بلعیدن داره، یا کیست بزرگ بلش کردن تا یه مدت نمیتونه شیر بمیکه، یا تراز فکی نداره، تصال فهمیدین چونهاش جلو عقبه، تصال فهمیدین اینا هم بعضی مریضا میارن، من دیدم مامانم. حالا در این موارد چون شیر مادر دوشیده نشده یا توسط بچه میکیده نشده، مؤمنا بچه شیرخوار، اینجا شیر تو پستونش خشک میشه و دردناک میشه پستون. تصاف همونه سرکه که تو جیره غذایی باشه مدر شیره، شیر رو رقیق میکنه. همچنین مؤمنا شیر رو رقیق میکنه، همچنین مؤمنا خون رو که غلظت داره یا میخواد لخته بشه یا علائم سکته میخواد آشکار بشه، یه مختصر سرکه طبیعی، مثلا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی تو نصف استکان یا یک استکان آب هم بزن بخور. تو پزشکی جدید وقتی میخواد علائم سکته آشکار بشه چیکار میکنن؟ زود میگن یک جای بدن تو زخم کن یه مقدار خون بیاد. وقتی یه مقدار خونت کم شده پلاسمای خونت میره بالا، چه از بافتا مایعات مایعات میگیره، خونت رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه، پیشگیری میکنه از لخته شدن. اینایی که دیگه خیلی سوپر دولوکسن میگن زود برو نصف واحد یا یه واحد خون بده به انتقال خون. اینجا مؤمنا یک مرتبه پلاسمای خون مایعات خونیت میره بالا، خونت خیلی رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه، پیشگیری میکنه از لخته شدن، دیگه سکته قلبی یا مغزی به نوع لخته خون برات پیش نمیاد. کسانی که تحانشون مشکل داره، مخصوصا کسایی که تالاسمی هن، بالاخص تالاسمی ماژور، یعنی کسایی که کمخونی ژنتیکی شدید دارن به نوع تالاسمی، خب اینجا تو پزشکی جدید مؤمنا غالبا تحال شخص رو بر میدارن. چرا؟ چون هر ماه بین 1 تا 2 واحد خون به این بچه تزریق میشه، بعد آهن بدن بیش از اندازه میره بالا. اینا برای اینکه مشکلات بعدی پیش نیاد مؤمنا تحال رو چکار میکنن؟ بر میدارن. حالا شما میتونی تو جیره غذایی این بچه 3 تا شیره بذاریم، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت. کسی که تالاسمی ماژور داره، تالاسمی شدید، نسبت مساوی مخلوط کنی، روزی 3 قاشق پلو خوری، 3 قاشق پلو خوری، سنای ماها 3 قاشق مربا خوری، سن زیر 15 سال، 3 قاشق چای خوری، سن 6 ماهگی تا 2 سالگی، یعنی هر 8 ساعت 1 قاشق چای خوری، از این مخلوط 3 شیره بخوره. کم کم نیاز این شخص به واحد خون بیشتر کم میشه، از 2 واحد ها کم کم میاد به نصف واحد، خود متخصص خون میگه، میگه بیشتر نمیخواد بزنیم. بعد مال این که تحالشو بر ندارن، تو جیره غذاییش سرکه طبیعی انگور عسکری بگذار که این تحال رو پاکسازی میکنه، فعالیتش رو بیشتر میکنه به نوع مثبت، یعنی تو دفن کردن سلولهای مرده خونی فعالتر میشه. این که مبتلا به ورم تحال نشه، نفریت تحال سپورس، این هم ورم نکنه. تو ساخت گویچه های قرمز خون، سلولای توری مغز استخوان، جگرسیاه که کبده و تحال، هر 3 نقش دارن، نظیر این که چند قده درون ریز همه نقش دارن در ساخت اسپرم شوهر و تخمک زن، قده هیپوفیز مغز، قده هیپوتالاموس مغز،
قده فوق کلیوی و قده چی؟ لوزالمعده که پانکراسه. یکی از این دوتا و یکی هم همون بیزه شخص تو مرد یا تختان در زن. تصاحب هم دید چهار تا. پس در اسپرم یا تخمک که میخواد تولید بشه چهار قده درون‌ریز نقش دارن. تو مباحث ما در تشکیل و ساخت گویچه های قرمز خونم سه تا از عضوها باید فعال باشن. کبد که جگر سیاس هپا، یکی هم تحال که سپرز مومن، یکی هم سلول های توری مغز استخوان. پس سرکه طبیعی که تو جیره غذاییت باشه به نفع تحالته. تحال و سپرز کجاست؟ زیر دنده چپ پایین دیافراگم. داخل معده رو پاکسازی میکنه، دباغی میکنه. یک شستشوی طبیعی. بعضی ها لولوشور میندازن دیگه مؤمنا، تصاحب فهمودی؟ مثل این که در زنان مثلا اگر بچهش مرده باشه یا بیماری مول یعنی بچه خوره گرفته باشه، پزشکی جدید میگه چیکار کن؟ کورتاژ. یعنی اون مول خارج میشه، اون بچه مرده خارج میشه و جدار رحم شستشو میریم که چیزی از جفت باقی نمونه که بعدنا به مادر و تختان چیزای دیگه آسیب نرسونه. حالا داخل رحم شستشو میریم، اینه میگن کورتاژ. این الفاظه میگن برای اینکه دباغی تصور کنیم، نه اینکه پرزای معده از بین بره، بدخوری کنه یا پرخوری کنه تو سرکه. بعضیا مثلا چاقی شکمی دارن یا اضافه وزن دارن یا چربی مضر خونشون زیاده، هی زیاد زیاد سرکه سیب میخوره. زیادش بده مؤمنا، این اسرافش جایز نیست. هم پرزای معدهش آسیب میبینه، هم سرسوزه معده میگیره، هم یبوست شدید میگیره، ضریب ریفلاکسش هم بیشتر میشه، برگشت اسید معده به مری. نه همون جوری که دین میگه، گفتیم اول غذا به جای نمک یه مختصری مثلا فرض کن یه قاشق چای خوری. حالا افراد با هم فرق میکنن، تصاحب فهمیدین؟ و ید بغل معده، نباید پرزای معده رو از بین ببری که زمینه التهاب داخلی معده یا زمینه زخم معده بشه، این کارو نباید کن. و ید بغل معده و یعقل البطن، شکم رو جمع میکنه، کنایه از این که از اسهالهای مداوم یا اسهال صفراوی یا سندروم روده تحریک پذیر که گاهی مریض همیشه یبوست داره، گاهی همیشه شکم روش. خب در اینجا یه قاشق چای خوری که تو نصف استکان آب بخوره، بعد هر غذا با بالش بخوره با پیارش، خب معدش جمع میشه. درست شد مؤمنا؟ حتی هسته انار پودرش کنا، روزی یه قاشق تا یه قاشق مرب بخوری پودرش بخوره، معدش جمع میشه و ضد سرطان قوی هم هست. هسته انار، این هسته انگور، این هم مال یعقل البت. و یقطع العطش، کسی که عطش کاذب داره یا بیماری استسقاء داره، الکی آب میخوره، بیشتر از نیازش آب میخوره. اینجا مؤمنا سرکه طبیعی مخلوط با این آب آشامیدنی که میخوره اگر بکنه عطش کاذبش از بین میره، یعنی بیماری استسقاء ها. و یمنع الورم حیث یرید ان یحدث، کسانی که تو بحث نفرولوژی یا ورم شناسی اگر ورم اندامی گرفت، مثلا از زانو به پایین پاش ورم کرد یا کل بدن ورم کرد، اگر مشکلات دریچه‌ای قلب کل بدن ورم میکن، اگر مشکلات کلیه باشه، کمکاری کلیه، نیمتنه به پایین پاها ورم میکنه، هر پایی دو سه تا پا میشه،
یه بار دیگه نه، ورم های در معده و روده است و مبتلا به قراقر شکمیه. خب داروش چیه؟ که شما دارن داروش دو چیزه، یکی سیاه دون شب قبل خواب بخوره، یه قاشق مرب بخوری با یه قاشق عسل، یکی این که قبل هر غذا نوک قاشق چای خوری یا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی انگور عسکری بخوره. هم از ایجاد ورم جلوگیری میشه، هم درمان ورم اعصاب و جوارح میکنه.